شاید بسیاری از شما به پیشگویی و پیشبینی باور نداشته باشید و آن را خرافاتی بدانید. اما دانش پیشگویی در واقع پایه و اساس هنرهای جادو را تشکیل می دهد و از مهمترین و اصلی ترین علومی است که در انجمنهای مخفی و جادویی به کار گرفته می شود. پیشگویی آینده علمی است که از هزاران هزار سال پیش مورد استفاده جادوگران، ساحران، کیمیاگران و قدرتمندان بوده. علم پیشگویی که از شرق تا غرب رواج دارد با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود. از جمله این روش‌ها می‌توان به بررسی ستارگان و استفاده از آب و آتش اشاره کرد که با کمک آنها آینده بینی می‌کنند. ولی اگر فکر می کنید این کار شیطانی است، جالب است بدانید که تمامی پیامبران نیز اتفاقات آینده را پیشگویی کردند. از این رو پیامبران در جامعه غرب با نام پرافت که به معنی پیشگوست شناخته می شوند. یکی از معروفترین پیشگویان نوستراداموس می باشد که دقت بالای پیشگویی های مرموز او قرنهاست مردم را مجذوب خود کرده. در این ویدیو ما به پیشگویی های نوستراداموس در مورد آینده پیش رو در سال 2024 می پردازیم که در تقویم چینی با عنوان سال اژدها شناخته می شود. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. نوستراداموس با نام کامل میشل د نوستردام، یک ستاره شناس، پزشک، داروساز و پیشگوی مشهور فرانسوی در قرن 16 بود. بیشترین شهرت او به دلیل انتشار مجموعه ای از رباعیات نبوی با نام پیشگویی هاست که اولین نسخه آن در سال 1555 منتشر شد. نوستراداموس در سال 1503 در سنت رمی د پروانس در فرانسه متولد شد. او زندگی روشن فکرانه ای داشت و از دانش عمیقی در مورد طالبینی و غیبت برخوردار بود که آن را با تخصص پزشکی خود در هم آمیخت. نوشته های نوستراداموس طیف وسیعی از موضوعات را در بر می گیرند، اما پیشگویی هایش باعث شدند تا نام و یاد او در تاریخ جاودان بماند. پیشگویی های نوستراداموس به صورت رباعی است و هر کدام از 4 خط تشکیل شده، اما چون این آیات مملو از نمادگرایی، استعاره و اشارات تاریخی هستند قابل تفسیر می باشند. برخی معتقدند استفاده نوستراداموس از زبان رمزی در واقع تلاشی عمدی برای محافظت از خود در برابر اتهامات احتمالی بوده، زیرا او در دورانی زندگی می کرد که اگر فردی حتی کوچکترین عقیده‌ای بر ضد کلیسا داشت به عنوان بدعتگذار یا جادوگر شناخته می شد و او را به سختی مجازات می کردند. از این رو نوستراداموس نوشته های خود را بسیار محافظه‌کارانه ثبت کرده. سال 2024 یا سال اژدها در زودیاک و طالبینی چینی سالی با اهمیت شدید معرفی می شود، اما نه به دلیل اینکه جشن و شادی را به همراه داشته باشد. در فرهنگ چین اژدها نمادی از سلطه، نفوذ و قدرت مطلق است، ولی ترکیبی قوی از هر دو فال بد و خوب را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که سال اژدها با تولد رهبران مهمی از جمله آگوستوس بنیانگذار امپراتوری روم، ناپلئون سوم آخرین پادشاه فرانسه به عنوان امپراتوری فرانسه، ملکه آن ملکه بریتانیای کبیر و ولادیمیر پوتین یکی است. در طول تاریخ اثبات شده افراد متولد شده در علامت اژدها تأثیر قابل توجهی بر رویدادهای جهانی داشتند، زیرا کسانی که در علامت زودیاک اژدها متولد می شوند ذاتاً دارای شخصیتی رهبر، سیاستمدار، مدیر، رئیس و کنترل کننده هستند. در حالی که اژدها با صفاتی همچون شکوه و عظمت شناخته شده، اما به خوی وحشی و سرکش نیز معروف است.
از دید تاریخی سالهای اژدها اکثراً شاهد درگیری‌های قابل توجه، رکود اقتصادی و بلایای طبیعی بودند. طبیعت آتشین اژدها می‌تواند باعث ایجاد تنش‌ها و برهم خوردن ثبات شود. اکنون به رمزگشایی پیش‌بینی‌های نوستراداموس برای سال 2024 می‌پردازیم. پیشگویی اول، ظهور ماشین ها. این پیشگویی به طرز عجیبی به قلمروی ربات ها و هوش مصنوعی اشاره می کند. سال 2024 به طور رمز آلود با عنوان شورش ذهن های فلزی شناخته می شود. شورشی تکنولوژیک برخلاف تمام باورهایی که بشریت تا به امروز بر آنها پایبند بوده. این قیام که یک پدیده جهانی است، نشان دهنده تغییر الگوی فکری در رابطه بین انسان‌ها و مخلوقات آنهاست. درست زمانی که ماشین‌ها صرفاً به عنوان نوعی ابزار و خدمتگزار دیده می‌شوند، ناگهان شروع به بروز دادن آگاهی و خودمختاری می‌کنند. این پیشرفت غیرمنتظره در رفتار هوش مصنوعی، جرقه‌ای برای اختلالات گسترده‌ای است که اخلاق و رفتارهای اجتماعی را به چالش می‌کشد. طی این اتفاق مبارزه شدید رخ می‌دهد و بشریت با عواقب پیشرفت‌های خود دست و پنجه نرم می‌کند. صنایع، اقتصادها و ساختارهای دولتی در تلاش برای تطبیق دادن خود با این واقعیت جدید با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه می‌شوند. نوستراداموس در این باره می‌نویسد: در چنگال آتش هنر انسان بالا می رود. خشم فلزی آسمانها را به چالش می کشد. جرقه شورش، نبردی ناگفته، پیچ و تاب خالق و خلقت آشکار می شود. این پیشگویی نشانگر تولد آتشین عصر جدیدی است که در آن مخلوقات انسان در مقابل سازندگان خود می ایستند و بر علیه آنها قیام می کنند. خشم فلزی به گسترش هوش مصنوعی اشاره می کند که از مرزهای مورد نظر فراتر می رود. به چالش کشیده شدن آسمان ها اشاره به توانایی ها و پتانسیل بی حد و مرز هوش مصنوعی و خطرات ناشی از شورش آنها دارد. ربایی نوستراداموس با تصویری دراماتیک از درگیری به پایان می رسد. این نبردی برای اخلاقیات است، زیرا بشریت با عواقب پیشبینی نشده توان فنی خود روبرو می شود. آینده در قلمروی ناشناخته رخ می‌دهد که در آن خطوط بین خالق و مخلوق محو می‌شوند و زمینه را برای دگرگونی عمیق دنیایی که اکنون می‌شناسیم آماده می‌کنند. پیشگویی دوم، طاعون رؤیا پرداز. در این پیشگویی نوستراداموس یک سناریوی وحشتناک و اسرارآمیز را ارائه می‌دهد و از یک مصیبت جهانی هراسناک صحبت می‌کند. اما برخلاف هر بیماری سنتی دیگر، این طاعون نوعی بیماری ویروسی نیست، بلکه نوعی بیماری روانی است که ذهن و روح افراد را مورد هدف قرار می‌دهد و باعث ایجاد یک خواب بسیار عمیق و بی‌امان در بین مردم می شود. این بیماری از مرزهای پزشکی فراتر می رود و قابل درمان نیست. کسانی که تحت تأثیر قرار می گیرند در یک چرخه بی پایان خواب به دام می افتند. آنها یا هرگز بیدار نمی شوند یا قادر به بیدار شدن کامل نیستند و به صورت مداوم در حالت ضعف و خواب‌آلودگی بسیار شدید به سر می برند، به طوری که قادر به انجام هیچ کاری نخواهند بود. این اپیدمی خواب ساختار جامعه را مختل می کند، زیرا افراد از تمام طبقات تسلیم نیاز شدید به استراحت بیوقفه می شوند. نوستراداموس در این باره می نویسد: در جنگ اژدها مه خوابالود، چشمان خسته جهان در گیجی رویایی، واقعیت و رویا رقصی ناگفته، اسرار خواب در سنگر خواب.
این رباعی شاعرانه جوهره آفت خواب را به تصویر می کشد. اژدها نمادی از قدرت و رمز و راز است و جنگ اژدها به طور استعاری به ماهیت فراگیر این پدیده اشاره می کند. مه خوابالود جهان را در بر می گیرد و آن را در حالتی فرو می برد که دیگر فرق بین دنیای بیداری و زندگی درون رؤیا قابل تشخیص نخواهد بود. از آنجایی که واقعیت و رویا در هم تنیده می شوند، انسان به راحتی تسلیم نیروهای متافیزیکی می شود. این فقط یک بیماری جسمی نیست، بلکه یک پدیده دلهره‌آور و تغییری ترسناک برای عدم درک واقعیت است. طی این اتفاق مردم فقط خواب نیستند، بلکه آنها در حال سفر به قلمروهای ناشناخته آگاهی خود خواهند بود. این اتفاق اسرار مربوط به روان انسان را که قبلاً پنهان بود فاش می کند. مرزهای بین خودآگاه و ناخودآگاه از بین می رود و انسان به عمق ذهن خود سفر می کند. این تجربه دگرگون کننده بشریت را وادار می کند بسیار فراتر از دنیای محسوس را بنگرد. مکانی فراتبی و غیر مادی که هیچ مشخص نیست چه چیزی در آنجا انتظار بشریت را می کشد.